به 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 سلام، خوش اومدید به خونه سبز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و گل و گیاهاتون سرحال و سرسبز. توی این ویدیو میخوام 5 تا گیاه دیگه بهتون معرفی بکنم که نیازی نیست شما بخریدشون. میتونید راحت از یه گیاه دیگه قلمه بگیرید و با این روشایی که توی ویدیو بهتون میگم تکثیر بکنید و یه گیاه جدید داشته باشید. این ویدیو ادامه ویدیو قبلیه که من بهتون 5 تا از گیاهایی که خیلی سریع و راحت تکثیر می‌شدن رو معرفی کرده بودم. توی این ویدیو ولی میخوام بهتون 5 تا گیاه دیگه معرفی بکنم که خیلی راحت تکثیر میشن ولی شاید سرعت تکثیرشون خیلی زیاد نباشه ولی نتیجه دهیشون حتما موفقیت آمیزه. پس اگه صبور نیستید نگران نباشید، ویدیو قبلی گیاهایی که خیلی سریع تکثیر میشن رو بهتون معرفی کردم. گیاه اول سانسفیریاست. سانسفیریا دو تا روش داره برای تکثیر، یکی از طریق پاجوشه، یکی هم برگه. دقت کنید که سانسفیریا ابلق فقط از طریق پاجوش این ابلق بودنش میمونه توی گیاه جدید و وقتی که شما با برگ تکثیرش میکنید گیاه جدید دیگه ابلق نیست. برای تکثیر با پاجوش خیلی راحت شما میتونید یه دونه پاجوش رو جدا بکنید از گیاه اصلی، بعدش بردارین بذارین داخل خاک یا هر مدیوم دیگه ای که دوست دارین. این ساده ترین روششه ولی خب به این راحتی ها نمیتونین شما پاجوش پیدا بکنید، درسته؟ از گزینه بعدی تکثیر از طریق برگه. از یک گیاه سالم یه دونه برگ جدا بکنید، برگا رو به صورت هشتی از پایین ببرید، بعدش بذارین یه روز هوا بخوره تا اون جای برشتون خشک بشه. این کار از گندیده شدن احتمالی برگتون جلوگیری میکنه. بعد از اون قلمه هاتون رو میتونین بذارین داخل آب یا بذارین داخل خاک یا لکا یا هر مدیوم دیگه که دوست دارید و در دسترستونه. من ترجیحم قلمه زدن داخل آبه چون که میبینم خیلی جذابه، روند ریشه زایی و جوونه زدنش خیلی برام جذابه. شما هم همین کار بکنید. قلمه ها رو توی شرایط تکثیر بذارید و بعد از حدود 2-3 هفته منتظر اولین نشونه های ریشه دادن باشید. بعد از اینکه ریشه هاتون به 1-2 سانت رسید میتونید جابجاش بکنید بذارید داخل گلدون اصلی. میتونید هم منتظر بمونید و توی آب جوونه زدنش رو ببینید. همین سادگی، ولی یکم طول میکشه دیگه. 1-2 ماهی بعد صبر کنید. گیاه دوم سینگونیومه. تکثیر سینگونیوم هم دقیقا مثل تکثیر پیچک پوتوسه و اگه ویدیوی قبلی منو دیده باشید اونجا کامل توضیح دادم. سینگونیوم رو همینجوری که داخل ویدیو میبینید به قسمتهای کوچیکتر ببرید و بذارینش داخل مدیومی که دوست دارید تکثیر کنید. دقت کنید که ساقه سالم بردارید، ریشه هوازی داشته باشه و برشتون رو بین دوتا برگ بزنید، یعنی هر برگ به یه گره وصل باشه. این سینگونیوم من که توی ویدیو میبینید بهش میگن سینگونیوم کانفتی. گیاه سوم فیلودندرونه. بعضی از انواع فیلودندرون شباهت خیلی زیادی به پوتوس دارن، برای همین ممکنه اشتباه بکنید که این پوتوسه یا فیلودندرونه. من توی یه ویدیو دیگه تفاوتاشون رو حتما بهتون میگم ولی تکثیر فیلودندرون با پوتوس تقریبا یه جوره، فقط مدت زمان ریشه دهی فیلودندرون یکم فرق میکنه، یکم طولانی تره، ولی خب مثل پوتوس و مثل سینگونیوم شما میتونید از بین دوتا برگ برش بزنید و توی هر مدیومی که دوست داشتید هماهاتون رو بذارید و منتظر ریشه دادنش باشید و وقتی که ریشه هاش به 2-3 سانت رسیدن میتونید واردش بکنید به گلدون اصلی و لذتش رو ببرید. سرعت ریشه زایی پوتوس معمولا بین
یک تا دو هفته میتونم براتون تخمین بزنم. سرعت ریشه زایی سینگونیوم بین 10 روز تا 2 هفته است و سرعت ریشه زایی فیلودندرون بین 2 تا 3 هفته است. اگه گیاهاتون ریشه هوایی داشته باشن، خیلی راحت تر با انرژی بیشتر میتونن ریشه جدید تولید بکنن. اگر هم نداشته باشن یه مقدار بیشتر طول میکشه و احتمال گندیده شدنش ممکنه یکم بالا بره. گیاه چهارم انواع ساکولنته. ساکولنتا بسته به نوعشون تکثیر متفاوتی دارن، ولی ساکولنتایی که آویزون میشن گزینه‌های مناسب برای تکثیرن. گیاهای مثل سروپژیا یا استرینگ آف هارتس یا ساکولنت غوره‌ای یا مرواریدی، اینا گزینه‌های خیلی خوبی هن. شما میتونید از یه گیاه سالم یه تیک ساقه که چند تا برگم بهش بست باشه، یه ساقه حدود 10 سانت جدا بکنید و بذارید روی خاک، جوری که سری که ازش بریدین و بذارین داخل خاک و بقیهش روی خاک باشه. دقت کنید که ساقه باید به خاک برخورد بکنه. خاکتون رو برای یه مدت مرطوب نگه دارید تا اولین نشونه های ریشه زایی رو ببینید. بعد از اون دیگه حواستون باشه، خاکتون اگه خیسخیسکی باشه گندیده میشه. سرپژیا از اون مدل گیاهایی که ریزوم تولید میکنه و خیلی خیلی عمر گیاهو بالا میبره. وقتی ریزوم رو دیدید خیالتون دیگه راحت باشه که میتونید بهش بیابی بدید. نکته هایی که باید بهش دقت بکنید اینه که همیشه مراقب باشید که گیاهتون گندیده نشه. تکثیر اینجور گیاها چون که از طریق خوابانیدنه، شما خیلی راحت میتونید روش رو با یه پلاستیک سلفون کاور بکنید، چند تا سوراخ هم در بیارید که خفه نشه اون تو، و بعد که ریشه در آورد میتونید دیگه این پلاستیک رو بردارید، چون اگر هم بذارید ممکنه گندیده بشه. گره هایی که چاق و چله و توپل مپلن، اونا اونایی هن که خیلی راحت ریشه میدن. سعی کنید اونا رو بذارید با خاک برخورد داشته باشن. رطوبت خاک باعث میشه که اینا ریشه در بیارن. بعد از اینکه گیاهتون ریشه‌هاش به اندازه کافی رشد کردن و گیاه تونست انرژی از خاک بگیره، شروع میکنه به جوونه زدن و اون موقع است که دیگه میتونید لذت گیاهتون رو ببرید. این روند حدود 2 ماه طول میکشه. گیاه آخر که میخوام بهتون بگم ضد ضرب است، یعنی زیزیپلن زامیفولیا. زامیفولیا هم چند تا روش داره برای تکثیر. پاجوش آسون ترین روش تکثیر زامیفولیا است و بعدش جدا کردن ساقه، یعنی بریدن یه تیکه از ساقه و گذاشتنش داخل خاک، و سخت ترین روشش هم از طریق برگه. البته سخت نیست ولی خیلی طول میکشه، یه چیز حدود 6 هفته طول میکشه تا شما ریشه ها رو ببینید و بعد 6 ماه طول میکشه تا جوونه بزنه. اینکه کی برگا شروع میکنن به جوونه زدن همش بستگی به شرایط تکثیرتون داره، ولی اگه طول کشید شما نگران نباشین، برگتون زنده میمونه تا 6 ماه، حتی شده 1 سال هم طول میکشه تا این جوونه بزنه. ولی اصلا امیدتون رو از دست ندین. تکثیر زامفولیا یعنی آزمایش صبر که من چندین بار از این آزمایش سرفکنده بیرون اومدم. ولی خب نکته هایی که باید بهشون دقت بکنید، اگه از طریق برش ساقه و برگ میخواین تکثیر بکنید، حتما بذارید که مثل سانسفیریا یه روز قسمت برش خورده خشک بشه و بعد از اون میتونید بذارید داخل آب، یا میتونید بذارید داخل لکا یا پرلیت یا حالا هر چی که دوست داشته باشید. شرایط تکثیر رو براش مهیا بکنید و منتظر باشید که این بالاخره یه روزی هر وقت دلش خواست براتون ریشه بزنه.
مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگه ویدیوی قبلی رو ندیدید، توی اون 5 تا از راحت ترین گیاه ها رو برای تکثیر بهتون معرفی کردم. اگه نظر یا پیشنهادی دارین داخل کامنت ها به هم بگید و سابسکرایب یادتون نره. مراقب خودتون و گیاه های خوشگلتون باشید. شب و روزتون سبز.